بیننده های گل و نازنین من سلام، خوشوقت هستم که در خدمت شما قرار دارم. امروز یک شنبه 28 جولای 2024 است که چون میمونک های نازنین از سوئیس دارم، امروز نظر به فرمایش از اینا نان تندوری و کباب مرغ تهیه میکنم. ما را همراهی کنید. آله یه خمیر ساده میکنیم برای نان تندوری. برای از اون نیاز داریم به هارد، نمک، خمیر ترش، کمی بوره و آب گرم. البته که روغنم ضرورت داریم، کمک داخل باز برای خمیر خود استفاده میکنیم. تمام مواد با هم گرد میکنیم. ساده ترین خمیر ماکوانا امی مواد است که من وقت رو نشان دادم. اوایست آیست هم اندازیم و خمیر میکنیم. دلبرک های خوبم، این حالا که خمیر به این حالت رسیده یه خوش روغن مندازیم برای از اینکه خمیر بسیار خوبش دور بخوره و ببینید که چقدر خوب شده. همیان آزدی این حالا یک چند مشتام میکنیم. فکرتون باشه که خمیر هر قدره که موش میکنین و هر قدره که مساج میتین و به اندازه خمیر خوب شیمدار و خوبش میایه برای هر نانی که باشه، برای بولانی باشه، برای هر چیزی که باشه. شما فراموش نکنید که خمیر فقط با دستایتان خوبش میایه و خلاص. حوصله کنید، در وقت آشپزی باید حوصله کنید. ببینید سعی کنین این توی خمیر آلاشت به خاطر که نچسبه یک قدر روغن استفاده میکنیم و آسان پلاستیک از روی خمیر جدا میشه. اینه میمانیم که یک ساعت برسن. تندور آتش کردیم یک 15-20 دقیقه میمانیم که خوب تندور گرم شود. میبینید که خمیر چه خوب رسیده. این حال وقت رسیده که زوله میکنیم. دستانه به آرد میزنین. و زوله را خوبش میکنیم که تنانم هم خوبش بیاید. و خمیره را زوله را همیشه فکرتان باشه که دلای تکه میمونین تا که خشک نشه. چون اولی هم از روشان پت میکنیم. یک زوله را میگیریم و روی یک چوب نواز میکنیم. امروز به خاطر که میمان داریم میخواییم نانای کمک رنگدار و مقبول و خوبش بیاید، از تخم استفاده میکنیم. زردی و سفیدی تخم یک جای گرد کردیم و در روی نان مندازیم. ببینید اینه تو و سیادانه و یه هم مندازیم میگیریم. بسم الله گفته در تندور میزنیم. بسیار نان خوب شد. نان دوم خوب هم گفت بسم الله گفته بخیر نمی کنیم. خمیر بسیار خوب شد، شیمه داره، بسیار نازنین است. انشالله که نانای خوبش بر ما میده. بسیارم خوب شد. ببینید بیننده های گلم، این میمان های ما تالیمند بود یا ای که بسیار کاریگر و زحمتکش هستند که نانا به نامشون بسیار آلا و خوب شامده. نام خدا این اینا سرخ شده و پشتشون جدا شده. میبینید پشتشون جدا شده. میکشیم نشان میدم که چی یک نان جانبی. نام خدا، نام خدا. آل نانم میبینید که قدشم دراستر شده و رنگ رخشم میبینید. نام خدا. فولاد که ایران نان خشک است، بوی نان خشک تبایش کده
و سیلمو سعی میکنه زمین ها رو بوی بوی کنه. اومده در نزده کنار شیشته که بوی بوی خوبش از چی هست. راستی که بوی نان خوش دیوانه کننده است برای همه. همچنان این نان دیگه هم شده ببینید اگر تندور گرم شوه خوب خوب گرم شوه اینه تو نان آوردن میتر ببینید. عزیزای گلم هم هوا گرم است اما میارزه که آدم هم تو نانای گرم خانگی بر میمانای خود داشته باشه. چقدر مزه دار است. این نانم پخته شده. شما میبینین که نانای امروز چی نانای آمده است. و تندورم که گرم بوده ببینین تندورم که گرم بوده بسیار فوق‌العاده حالا پشتشان بریان شده. کلش میبینین دلبرکای خوب من نصف نان پران پران رفت. بوی نان کس تعمل نداره. من چرا باید طاقت کنم؟ من هم میخورم. ببینید که ملایمی نانه و خوبی نانه شما میبینید و من هم یک لقمه به یاد همیتون این نانه که بوی وطن میتره من نوش جان میکنم. جای شما خالیست. امیدوار هستم که شما هم نان خوش خودتان پخته کنین و از لذتش استفاده کنین. خدای شکر. ایدارم نانو بسیار خوب شده. نام خدا کلشان خوب شده و تندورم گرم شده. با یک دکه ببینه با یک دکه نان خطا میخورم. او مای گاد تندور خوب گرم شده به مجرده که آدم یک دکه میته نان خطا میخورم. ببینید چی نانهای آمده. نام خدا نانای آخر است که از تندور بی کشم ببینیم که چقدر دام خوش است. ببینیم نانا را بسیار نانای فوق العاده نانای بسیار خوب شامدن نفر یه چرد اندازه ندارن. هر دانش اکسای میکنین همه تو اشتیاور است همه تو خوب بیدیان است که ببینیم هر کدامش پشتشام شده پیش روشام خودش اینه تو بیریان خوبش هست. خوش آدم می آید. دلبرکای خوبه از تندور خلاشتیم حالا آتش میکنیم که مرغ کباب کنیم. شمال هم یک ذره هست. نازنین های خود من آل مسالی را که خشک است بر مرغ اختصاص دادیم به خاطر از اینکه در باربکیو اگر سیر تازه و پیاز تازه و اینو بزنیم پس اونا می سوزه روش یک کمک سوختگی می گیره. می خواهیم که یک چیز خوبتر ده که میمانای ما کسی بیس آمدن بسیار خوش و خوشنود شوند. آل مرغ زنده داریم که نیم نیم توته کردیم و پوست شکندیم. همه تو پای مرغ زیاد داریم که این هم پوست شکندیم و کت کردیم تیار آماده است. شوشتیم این را فقط مساله را گت میکنیم و دهش میذاریم. مرغ نمک داریم زیره داریم تخمه گشنیج داریم مرچ سیاه داریم سیر داریم مرچ سرخ داریم سیر داریم و زعفران. زعفران رو مندازیم. زعفران دنیا که میفهمین که از هموطن خود ماست از ولایت هرات ماست. شما اینو حمایت کنین به خاطر که تمامی خانمات او کار میکنن و نانوار خانه خود هستن. یکمک رنگ شیرین هم درش اضافه میکنیم که رنگ باربکیوی ما خوبش بیایه. اینال تمام مواد گت میکنیم. شما اگه این مواد قبلا آماده داشته باشین در خانه گت کنین و تیار باشه کارتان زودتر میشه در روز میمونی که هیچ اذیت نشین. پیش از این که مرغا را مواد بزنیم اول غم جالی ها را میخوریم. جالی های باربکی را که
که یک تکه نخی را میگیریم و درش خوب روغن فریمان مندازیم به اینی اندازه و داخلای از این جالی ها را باز میکنیم و چرک میکنیم که مرغا در این نچسبه و گوشتایش توته توته نشه. دیدیم؟ این را تو تمام جالی ها را چرک میکنیم. برکای خوبیم. شما میتونید که همی مواد امرای روغن زیتون و آب لیمو هم یک جای کنید یا ای که ما صدایش اضافه کنید مرغای تو نخته کنید. بسیار خوبش میاید. مگر من امروز همی آرده را دارم، همی فرمایش دارم از میمانه سویسی خود در از اینا همه تو که گفتن همه تو تیار میکنم. چون یک بار خورده بودن همی بسیار خوششان آمده، یک میمان تازه هم امرای خود میارن، همی مرغ فرمایش دادن که فایمه جان همی را جور کن. خب مرغا را نیم نیم توته کردیم قسمی که من گفتم، اینال در ریزی مساله میزنیم بسیار ساده، گوشه دو میتیم روی دیگهش هم میزنیم. باید مساله تان فریمان باشن تا که به کل مرغا کفایت کنن. اینال مرغا به این شکل دهیم میمانیم. باید چند دانه رو من بگیرم چون جالی کلان است، یک سه دانه حداقل در جای میشن. خب وقتی که کل مرغا را ماندیم میبینیم دو نیم دانه مرغ در جای شد. کار آدم بسیار آسان میشه و بسیار چیز خوب است. از که شور دادن مایی قیتکشم قایم میکنیم به این شکل که اگر مایی را هم دهار میتیم کار ما آسان میباشد. از سر آتش اینا رو کلش آماده میکنیم، باز با سر آتش بریم. برای پایک های خورد مجبور نیستیم که او را اوتو بزنید، فقط در سرش مساله را پاش میتین، چند لوتش میتین، کلش گرد میشه، آسان کارتون بسیار آسان است. اینا را هم خوب است که به شکل گرده بانیم که زیادتر جای شود و زیاد جای میشه ببینیم و این را هم قید میکنیم. خلاص کار ما خلاص است، میریم پیش آتش که آتش ما صفحه چه بینید که چه قاسان است. مخشتا را در دور باربکی خود ماندیم و همه تا هم آینا را ماندیم تا که بسیار به سادگی بتانه که اینا را نگاه کنه و خوبش پخته کنه. میبینید سه دانش تمام بیرون باربکی را میگیره و بسیار به سادگی هم پخته میشن. این دای گلم به اینی اندازه که اینا پخته شده بسیار خوبش است. الان اینا رو به خانه داشت میمانیم و برارت بسیار ضعیف داشت میمانیم که مغز پخت شوند. بسیار خوب شده، بسیار نازنین. امی خودش نشان میده که یک دعوت یا میمانی براست. پایکای خورد مرغم پخته شده میبینید که خوب شده. وقت است که اینا را باید مار بکشید. اینا را ببینید که به چقدر سادگی اونا را میتونیم که از اینجا را کنیم و در اینجا پرتیم. میبینید که چقدر خوبش پخته شده و از خوب رنگ را خیلی بود. بونجان میارم القه القه میکنیم به این شکل که بسیار سردی از این امرای باربکی و کباب مرغ بسیار کار میده، بسیار چیز خوب است. امرای پیاز سرخ و گشنیچ سبز و نوش پیاز سبز. نوش پیاز سبز هم یک ذره در سلاتی خود ریزه میکنیم برای زیکی بسیار خوبش است و رنگ سلات هم مقبول میسازم. و تو گشنیچ تازه که بسیار ضرور است برای سلاتی مزه دار یادتون باشد. ماس خانگی داریم، یک دیگک ماس ببینید بسیار ماسک خوبش است. یه هم امروی از این باربکی کار میتد و چبنی سبزم مدیشا درست کنیم چون وقت یاری نمی کنه کل چیزا بر امروز. اینوی تلا دهی زرف بکشمش خلاصی قاشقام نش میمانم. ببینید که چی یک چبنی است، یک بوی داره دیگه که واه 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 چی یک بوی داره. اینال که بجاله تمام ترکاری ها رو من ریزه کردم ببینین که چی یک سلات آلوی از این جور شده که یک کمک گتوت میکنیم. ببینین امونان گرم، امی کباب مرغ و امی سلات.
چه کار آفرم چقدر خوش از برک میمونی ساده که عزیزایدم بیایه و کلگی دوره هم دوری بشینن و لذت از این سرات و از این کبابه ببرن امروی ماس و همه چیز. شکرگزار هستم که خانمای عزیز و دوست داشتنی ما آشپزی و آشپزخانه خود دوست دارن و همیشه عکس‌های مقبول به ما روان میکنن. با ما یک جا تماشا کنین. نیلا جان نایبی که بر ما نظر شله زرد و شله گوشتی را اردو نظر به شهرسته و زیبایی آن تهیه کردن قبول باشه انشالله. همچنان که یک آلو بالو و زردالو و تربوز و انگور هم به شوق و پاکی تیار کردن با دستپخت شما برکت آبادی و خوشی همیشه با شما باشه انشالله. گلجان نازنین هم که نظر شله زرده داشتن و در روز عاشورا تهیه کردن بسیار با شرسته بسیار مقبول نام خدا نظرتان قبول باشه. نرگس جان عزیز ما که چی یک چلو و چبلی کباب درست کردن همه توی یک چای سوبانی جانانه هم درست کردن نام خدا آفرین به شما. برادر گل و نازنین و میربان ما عبدالرزاق جان حسینی که نظره داشتن بسیار دیگه کلان و زیر شماتش جانانه کدن بسیار خوشم آمد همه تو با اتفاق و دوره هم نظره نوش جان کدن و تقسیم کدن که به خانه و زندگیشان برکت باشه انشالله. بسیار خوش شدیم. پروین جان عزیز که این سمبوسی حالا شیر پیری بسیار خوبش و گلای مقبول بر ما روان کردن دستپختشان بسیار عالی و فوق‌العاده است. زنده باشین. خوشنود شدیم. ماری جان عزیز و نای جان تایری که یه عکس مقبول خود با بسیار اخلاص بر ما روان کردن ما را خوشنود ساختن. سلامت باشین. خانه آباد باشه. نوریت جان یعقوبی که نظر بی زینب بسیار عالی تیار کردن خداوند بزرگ همه نظرها را قبول کنه با سلیقه بسیار عالی قابل قدر است. سلامت باشین. خانه آباد. ویدا جان عزیز ما نوشته خداوند شما را صحت و سلامت نصیب کند. من با دیدن ویدیوهای شما دلم آرامش می‌یابد و در ملک مسافری و بی کسی. تشکر ویدا جان میربانم. خداوند پشت و پناهت باشه و به زودی دور و برت فامیلا و دوستا پر کنه. در بار خدا کلان است. پری جان نازنین نوشته فایمه جان خواهر نازنین و میربان درودها نثار شما و دختر نازنینتان. نظرتان به درگاه عق قبول باشد. حقیقتا که بسیار چنگالی عالی و شوربای مزه‌دار تهیه کردید. شله زرد هم همچنان عالی بود. زحماتتان قابل قدر است. همیشه دسترخوانتان با خوشی انوار و جمعتان جمع و دلتان بیغت باشد. الله یار و مددگارتان باشد. تشکر پری جان نازنینم. به حفظ خداوند باشی. مسیج خوبتان دل ما بسیار شاد ساخت. سلامت باشی. برادر گل ما واب جان صمدی بر حمایت و تشویق ما نوشتن که خانمشان ملاله جان صمدی با شوق و علاقه از برنامه های ما با بیشتر آشپزی های مزه‌دارش تمام فامیل رو خوشنود و با مزه های بیشتر غذاهایش دوری عمی و با هم بودن رو گرمتر و زیباتر نگه می دارد. ضمن تشکری از محبت فامیل صمدی از سانتیاگو روشنایی و سعادت همیشان را آرزو داریم. تشکر می کنم. محبوب جان کیو نوشته من هر سال با مادر جانم خدا بیامرز به چندول می رفتم و نظر چنگالی می خوردیم. واقعا بسیار مزه‌دار بود. یادش بخیر. تشکر عزیزم. خداوند رفتگان ما را بیامرزه. خوشحال شدم که از گذشته ها یاد کردین. چی زود گذشت ایام خوب و زیبای ما. یک عزیز ما به حرفای اف اف نوشتن سلام فهمه جان دست و پنجه درد نکند. با این همه غذاهای خوشمزه همیشه در تمام مراحل زندگی ایتان پیروز و موفق باشید.
من از ایران از مشهد مقدس تماس میگیرم و شما را در حرم امام رضا دعا میکنم. تشکر عزیزم، قدرت عالی و خوبش بهتر از این چی بوده میتونه که من شامل دعای شماستم و او هم در امام رضا. تشکر، سلامت باشین. یک بیننده نازنین ما که در مورد کانفلاور یا کارن استرچ پرسان کرده بودن که نو در امریکا آمدن و نمیفهمن قطعی های چه قسم است و در کجا پیدا میشه. این سه نمونه از کانفلاور است که ما براتون روی میز ماندیم و امیدوار هستم که شما ای را در تمام سوپرمارکت ها و دکان های ایرانی و عربی و پاکستانی ایندی همه جای میتونید که با آسانی را پیدا کنید. جایش هم پلوی آردا و خمیر ترش و مواد در قطارا ماندگی است. این بار بالاخره تعداد پیدا شدن که از دم کمره خودشان را پنهان نکنند و با جرأت و خوشی تمام با من یک جا در برنامه زنده اشتراک داشته باشند که ضمن تشکری و محبت از همیشان سپاسگزاری داریم. علاوه‌تن قابل یادآوری است که تعداد در این روز از کشور زیبای سوئیس قشنگ و دو عزیز دیگر ما از کشور نروژ بودند که باعث خوشی و مسرت همه ما شدند. علی شاه جان طاهری، سریا جان طاهری، پروین جان عبدالازوی، کبیر جان لطفی، تیرین جان لطفی، ماری جان و فریبا جان از نروژ و تعداد عزیزانی که نمیخواستند در دم کمره حضور داشته باشند هم باعث خوشی ما و در جمع ما بودند که روز واقعا به یاد ماندنی برای همه ما بود. به سلامت باشین همه اتون. خداوند بزرگ به همه ما توفیق بده تا با اعمال شایسته و نیک خود در جامعه، فامیل و محیط کار دین انسانی خود را ادا کنیم و با هم از روش و رفتار سالم برخوردار باشیم. خداوند به همه ما هدایت کند. همچنان جا داره برای مسیجایی که برای ما آمده و از ما تقاضا کردن که دست دعا و التماس و دعا داشتن که برای دخترکای جوان ما که مریض هستن الهی از دربار الهی خود یک شفای عاجل میخواییم و خداوند ما را از درگاه خود ناامید نگردانه. آمین یا رب العالمین. عزیزای گلم، نان پارتی ما آماده است. شما میبینید که مرغ، سلاته، نان گرم، چتنی، ماست بروی میز است و همه تو در پوش یک میزه که دیگر داریم که فیرنی و کلچه شور و کیک و چای و دیگر چیز است که اینجا جای نبود اگر نیورتان او را میماندم. بازم اومدیم به ختم برنامه و بسیار خوشحال هستم که در این روز هفتهی گرم ما تونستیم که هم تندور کنیم و هم کباب که من بسیار خوشحال هستم. نانای تندوری ما را خود دیدین که چقدر آلام خوبش هست. میبینین بسیار خوبش هست، هر دانش و اقلاله هست، هیچ آجاده گفتن نداره و همیتان میبام که نان تندوری را بسیار خوش دارین و نرمی و اینایش هم میبینین که چقدر نرم و ملایم هست، بسیار بسیار خوبش هست. نام خدا فایمجان و این آره که خوب گرمی کردیم یک توتگه که بادرنگ بسیار کمک میکنن و امرایزی گوشت جانانه. ببینین بسیار خوش، واو، فوق العاده است. ببینین دای گل ما، یک اون وقت زندگی را آسان بگیرید. میشه که یک میز میمونی هم سلاته و مرغ و نان خشک باشد، با او هم بسیار خوشی زیاد میشه اگر شما ساده بگیرید و خود زیاد زحمت ندید و آزار ندید. امروز من بسیار خوش هستم که اقا میمونای عزیز دارم که خودشان این نان انتخاب کردن. این بود برنامه ای هفته ما. امیدوار هستم تا هفته آینده ما را فراموش نکنین، سابسکرایب و لایک هم فراموش نکنین، ما را حمایت کنین. ما به حمایت تک تک تا نیاز داریم. روز و روزگار خودتان خوش و خداوند یک تا میسپارمتانه.